تأکید میکنم به هیچ وجه این ویدیو رو با خانواده نبینید. تا حالا هیچ اسکلیو دیدی که چشماشو ببنده و خرید کنه؟ امروز قرار که چشمامو ببندم و از دیجیکالا خرید کنم. دیجیکالا 10 تا کاتگوری واسه خرید اجناس داره. مثل تکنولوژی، چیزایی که واسه خونه میتونی بخری، سرگرمی، هزار تا کوفت و زهرمار دیگه. و از هر کدوم از اون کاتگوری‌ها قرار یه آیتمو انتخاب کنم و با چشمای بسته اونو بخرم. بریم با هم دیگه ببینیم با چشم بسته چه چیزایی میشه خرید. بچه ها نمیدونم شما ویدیوی آرایشگاه رو دیدید یا نه، واسه همین من کلا کلامو در نمیارم. برای اینکه این قضیه کاملا به صورت ای وای لخ شدم. برای اینکه این قضیه کاملا به صورت شانسی انجام بشه، چشمای من بسته میشه و من دیگه واقعا نمیدونم با کجای اینتر با کجای کامپیوتر قرار کار کنم. مسکو. خب اول از همه داخل کاتگوری تکنولوژی. خب 50000 تومان واقعا خوبه. خب بریم برای بعدی. خب داخل کاتگوری وسایل خونه ببینیم چه خرج کردیم. 379000 تومان. خب منطقیه، داخل وسایل خونه بالاخره قیمت معقولیه. 239000 تومان داخل وسایل اسباب بازی. خب بعد از اینکه همه وسایل انتخاب کردیم، اول از همه اینا رو چشممون رو باز کنیم و چشم اصلیمون رو بذاریم. خب بریم واسه ثبت سفارش. قیمت کالا مثل اینکه شده 1,734,000 تومان که مثل اینکه یه تخفیفی هم بهمون تعلق گرفته که کلا 1,445,000 تومان. پس ما یک جعبه شانسی 1,500,000 داریم. بریم برای ثبت سفارش. خب با توجه به این چیزی که اینجا نوشته شده، من باید یک هفته صبر کنم تا کالاهام بیاد. پس صبر می‌کنم. نه تنها بسته رسید، بلکه جای منم عوض شد. یعنی چی الان؟ یعنی الان داستان چیه؟ من نمیفهمم. خب همونطور که میبینید این بسته‌بندی خیلی زیبایی که اصلا از آمازون آمریکا اسکی نرفتن برای ما رسید. به مدت فکر کنم من 3 روز بیشتر طول نکشید تا این بسته دستم برسه. و تازه یه چیز دیگه هم باید بهتون بگم. این چیزی که الان سمت راست من میبینی یکی از اون چیزاییه که مثلا که من سفارش دادم. اول از همه خب طبیعتاً معلومه که این چیه دیگه. من رختاویز چشمو بستم، رختاویز سفارش دادم. چند بود اصلا این قیمت زده بود؟ نزدیک 300-400 تومن 399 تومن پول اینه فقط. بحبه یکی اصلا این رو کچی کنه آنباکسینگ رختاویز ندیده بودی که داری میبینی دیگه چی میخوای؟ بحبه مامانم بفهمم من چیزی گرفتم اونه بیرونه میکنه هیچ. آها باز شود دیده شود بلکه بفتده فهمیدن فهمید برای شبان باشه دیگه چفت میشه تو این یو آبک فست. واقعا زیباست. اون آینه رو به خاطر این گذاشتم که خودم ببینم. واقعا زیباست. همش سعی میکنی ادای یوتیوبر داری رو در بیاری که میخوان یه چیزی رو بولد نشون بدن. رختاویز سفارش دادی. چشم بسته رختاویز سفارش دادی. خب انتظارها به پایان رسید. میریم سر باز کردن این سم. ببین من خودم آدم سم میام 100% انتخاباتی هم که در ناخودآگاه انجام میدم هم باید سم باشه. ای خدا جان تو رو خدا یه چیزی به درد بخور رو جز خواهش میکنم. من خیلی الان توی بالاخره چه اگه نمیدونید که دیگه اسکولی اگه نمیدونید اتاقم عوض شده اسباب کشی کردم. ویدیوش خیلی بیاد سابسکرایب کن میبینی اون ویدیو دیوونه کننده است. به به چه چسبی با اولین چیزی که مواجه شدم. ببین نمیخوام دیگه بیشتر از این بهش نگاه کنم. خب همینجوری چیزی که دیدم خیلی عجیب بود. میخوام خودش تصمیم بگیره بیاد بالا. من این برا دارم نگاه میکنم به خاطر اینکه میخوام دستمو بکنم این تو. این چیه؟ خب من اینو میبندم. یه جعبه دیگه. بچه اگه بدونید روش چی نوشته من به خودتون بخونید. انبرنسا میدونید چیه؟ بچه انبرنسا یا این چیزی که الان داخل این جعبه است گوه خره. من گوه خر خریدم. چرا احساس میکنم یکی دیگه واسم خرید کرده؟ بچه من گوه خر خریدم. این تو دیجیکالا چیکار میکنه؟ طبق چیزایی که من دیدم مثل اینکه انبرنسا یا همون گوه خر جنبه دارویی داره ولی نمیدونم با بخوریش یا باید نمیدونم. اوه توپ بسکتبال با این که یه توپ فوق فیک پلاستیکیه که رنگش هم که نارجی قرمزه. چرا رنگش؟
به به با این یه کاری میشه کرد حداقل قیمتش هم بودین نمیدونم اگه آقای ادیتور زحمت بکش من واقعا نمیدونم خیلیشون قیمت توش نزده شما قیمتا رو میدونی به بچه ها بگو اوه شیت این فاد نداره ایفش واقعا باد ای کاش داشتم از این آمبولی کسک که میشد باد کرد ندارم اینجا میکنی توش من تو به بسکتبال باد میشه اگه دوست دارید یه ویدیو بسکتبال بگیرم حتما داخل کامنت ها نگید بشه تو میبندی یه چیز دیگه اوه تیم نرمه این چیه دیگه؟ خب دوستایی بودم من اصلا شرمم میشه بخوام اصلا اسم همچین موجودی رو ببرم یعنی اوه کدوم وریه؟ این وریه اوه سایزش چنده سایز من؟ دوست داری دو ببوشم نه حتی میدادم یعنی از بچه هایی که از کلا از کسایی که منو میبینن زیاد بیشتر از این انتظار نمیره واسه همین منم هم که میدونی مثل یوتیوبرهای دیگه نیستم بگم مثلا داخل یه ویدیو دیگه ببینیمش لخت نه اینو من واقعا نمیدونم چیجی ببندم خب میاد اینجا میخوام سوپرمنی ببندم تو شورتم ببندم صبر کن این میاد این ور صبر کن تو بیا اینجوری تو از این زیر بیا این دوبر میشه بعد این قسمت بس شب شنل سوپرمنه چرا اینجوریه؟ همونطور که ملاحظه میفرمایید یک برند نیو اینم بذار درست کنم لفظه این که دیگه میدونید به چه دردی میخوره چقدرم با سلیقه درستش کردن خیلی فوق العاده است من دارم اونجا آینه ای که بهت گفتم پشتم که داری میگیری اون شکلیه حتی میدینی دیگه تو تن من این شکلیه بتمن بالاخره قشنگ شبیه یک سوپر هیرو شدم این طور خودت میدونی باید چی کار کنی بریم واسه آیتم های بعدی اوه هپی بیبی بالونز که همون دامبولی دستکاییه که معمولا چیزه چه بهش میگن از اینا که باد آب میکنی توش چیز میشه خارجیه بچه های خارجیه هیچ جاش ایرانی ننوشته نشده میدین کجا؟ نزده میدین کجا باید بدونم حالا خارجی هم باشه نهایتا چینیه دیگه اون برادر دوست کشور دو چند تا؟ شست تا شست تا رو شست ثانیه مثل اینکه پر میکنه اینم نمیدونم چیه ولی صد درصد رو درد میکنه من فعلا اینو میذارم این کنار چون که الان نمیتونم با استفاده کنم خیلی دوست دارم استفاده کنم منم دقیقا مثل تو هم با من بس نکن من خیلی دوست دارم اینو استفاده کنم نمیتونم چشماتو میبندی بعدی جلبک سازم جلبک رو در تصویر داریم چربی سوز لاغری کننده خواص جلبک دریایی شامل منیزیم پتاسیم میدونم برات مهم نیست بوی خاصی نداره بو کارتون میده فعلا آه پودره پودره جلبکه بچه ها چیزی دیگه توش نیستن برای اولین باره که فکر کنم تو زندگیم دارم جلبک میخورم اگر قبلا بخوردم نداده باشم مثلا تو سوشی و این کتو کتو بازش میکنیم یک کمشو میخوام مزه کنم ببینم داستانش از چه قراره تنها چیزای اوه چه بویی داره بچه بو شیوید میده اگه میخوای بدونی چه بویی میده بوی شیوید میده پیور کولومبیان کوکین تو تلخ بدمزه من همچنان باید بچه هر چیزی که بده خواصش خیلی زیاده حالا جدا از اینکه منیزیم و پتاسیم و منگنز و مقادیر زیادی از موادهای مغذی مورد نیاز بدن است جلبک نشانه های ورم آلرژیک را بهبود میبخشد که ما خدا رو شکر نداشتیم ولی اگر بچه شما دارید میتونید جلبک رو اینجوری که من خوردم نخورید قدرت و استقامت عضلانی رو افزایش میدهد کیر بغلت جلو نه طریقه مصرف قبل از نهار و شام یک قاشق چایخوری در یک لیوان دوغ یا ماست حل کرده سپس میل فرمایید دیدی اینجوری نباید بخوریش برو بریم برو بعدی این چیه دیگه بالاخره چیزی که میتونه به دردم بخوره البته بچه اگه نمیدونید شما الان روی همچین چیزی هستید یعنی به دردم که میخوره ولی دارم اگر میخواید اینو میتونم
به شما بدم، قرعه کشی کنید، بگید من پایه دوربین میخوام، میتونید بگید من لباس خواب زنانه میخوام با ادب، یعنی نیست من کلا فوش نمیدم تو ویدیو، هم فوش نمیدم به سوتین و بیکینی میگم چیز لباس خواب. البته فکر کنم درست گفتم چون سوتین نیست. جان 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 بچه یکم متریالش ایرانیزه است دیگه، خوبی خودمون قبول کنیم این قضیه رو. نمیدونم این چنده آقای اینطوری کف راست بالا پایین یه جا قیمتش واسه بچه‌ها بزن، مثل اینکه این دوبره. اوه نه نمیچرخه، خیلی دارم سعی میکنم بچرخونمش، نمیچرخه. چیزای خوبیه فقط به خاطر اینکه کیفیتش یکم ایرانیزه است، نمیدونم قیمتش باید پایین باشه. این جمع میشه میره تو، میره تو مثل اینکه جان. و یه پایه گرداننده داره که ما اینو باید بعدن حالا بچه ها دوستان همین الان ببینن، پس کات میکنی درستش میکنی بعدم میگی که آقا چیکار کردیش کنه. واقعا چیز خفنیه، نگاه کن میچرخ، هم اینوری وای میسته هم اینوری وای میسته و نمیدونم طبق معمول قیمتش هم نمیزنن. چیز دومین چیزیه که به درد بود بعد از همه چیز. بریم برای آیتم بعدی. همینجوری دست میکنم این تو، یه چیزی در میارم. داری میبینی چیزی که من در آوردم؟ این بازی 50 میلیون نوشته میارزه، چرت و پرت نمیگم اینجا نوشته 50 میلیون میارزه، دو تا قرعه کشی 20 جایزه. اوکی من اسکن کنم بازی رو یاد بگیر. بچه داستانش اینطوریه که هم مثل اینکه دقت و تمرکز باید داشته باشی، هم باید استراتژیک باشی، هم باید تصمیم گیری انجام بدی. و باید چیکار کنی؟ مثل اینکه یک صفحه وجود داره، یه بادکنک رو تو میندازی توش و مثل اینکه تاس میریزین و هر کی یه میله میکنه داخل این محفظه، یا بادکنک توسط تو میترکه یا بادکنک توسط تو نمیترکه، اگر بترکه تو باختی. به نظر من اینو بذاریم برای یه ویدیو، اگر موافقید داخل کامنت ها میخواد بگوید که من اینو یه ویدیو جدا کنم، چون احساس میکنم این تکی بازی کردن مسخره است، باید حتما چند نفری بازی کنم. اینو میذارم کنار، چیز باحالیه. خب چند این اینجا می نویسه، منم نمیدونم چنده. ما بعدی هنوز تموم نشده، یعنی بالملب ماجیک. بال آووکادو. بالملب چیه؟ دخترها میدونید دیگه، بیاین داخل کامنت بگید بچه بالملب چیه. ولی نمیدونم چه بویی داره، اصلا هر چیزی که واسه شما دختر هست بوش خیلی خوبه، نمیدونم داستان چیه. هر چی واسه ما پسرهای گوه خرد بشه. آها آووکادوه، ولی آووکادوه پلاستیکیه. اوه اینو میزنی به اینجا. بچه این کار درستی دارم انجام میدم، بعید بدونم این کار درستی باشه انجام میدم. اینجا قهوهی که های؟ اینجا قهوهیه. بالملب همون روژه لبه؟ اگه میبینید چرا دارم به لبم میزنم، به قدر اینکه روش نمیشه لب بگرمه. با این لباس و این کاری که دارم الان انجام میدم، بینیم آیتم بعدی. باز شود دیده شود بلکه پتده بومده. یس، این چهارمین چیزه به درد بخوره. چهار تا چیزه به درد بخور. از این بعد من چشم بسته زندگی میکنم، چون که وقتی چشمام بازه چهار تا چیز به درد بخور گیرم نمیاد. آرژیبی داشتم، برای این اتاقم همچنان آرژیبی داشتم، ولی این با آرژیبی های دیگه من فرق میکنه. مثل مال من نیست، چهار نواره است، حتی دکمشم فرق میکنه. و این که دیگه آرژیبیه دیگه، ولی ساخت کجا که دارم توی سوال داره، چون اکثر چیزهایی که داخل دیجیکال هن بچه ها ساخت ایران هن. حالا نمیدونم اونا همه هر چیزی که من برداشتم تا گوه خره مال ایرانه، میدونم این هم ساخت ایرانه، خوشش ایرانی نمیشت. به در میخوره، حالا نگه میدونیم ببینیم. حالا جز گوه خر همه چوک نه، بال ملب هم نمیدونم چیه، حالا بعد صحبت میکنیم. بقیهش همه خوب بوده. حالا جلبک رو من یه گویی باش میخورم، میریزم تو ماس میخورمش، ولی شاید هم نخورم، نمیدونم. بریم آیتم آخر. یه آهنگ حماسی برامون نمیذاری تو جان علی. خاک تو سرم، خاک تو سرم، خاک تو سرم.
ده عدد بیگ داته بچه. من خیلی دارم سعی میکنم که مثلا ادبم رو رعایت کنم، چون که خیلی ها میان بهم میگن که علی رضا خیلی تو ویدیوهات بی‌ادبی. فکر نمیکنم خاردار چیز بدی باشه، یعنی کلمه بدی باشه، جمله بدی باشه، خارداره. ولی بچه ها میدونم چون دوست دارید داخل ویدیو ببینید که یک چیز خاردار چه شکلیه، چون خودم هم ندیدم تا الان، میخوام ببینم. نمیدونم این چیزو به درد بخوری هست یا نه، شاید به درد خورد، نمیدونم. بچه آنباکسینگ چیز داریم، نمیگم مثلا اسمش هم به کار نمیبرم، خودتون میدونید چیه، طرز استفادهش هم که دیگه میدونم. آره میدونم چجوریه. خار نداره که، خار داره ولی خار نداره که. بذار خیار بیارم. این همون خیار است که توی ویدیو چیز دیدید فکر کنم. چقدر چیز تو دهن من جا میشه. خب دیگه الان دارم دیگه کاملش میکنم، دیگه دارم قشنگ اون چیزی که باید رو ازش میسازم. باشه اگر این ویدیو رو با خانواده دیدید میدونم نمیبینید، یعنی نباید این کارو بکنید دیگه از این به بعد. مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. اگه دوست دارید بازم از این ویدیو بگیرم. بوم!